د ادب غټۍ د نور د تلویزیون د هنر او ادبیاتو اداره وړاندې کوي. د ادب غټۍ یک پروګرام اجتماعي نوین ویاند او جوړونکی عاشق لونگین فنا. بیننده های عزیز پروگرام د ادب غټۍ، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که خوش و خوشحال مقابل تلویزیون هایتان نشسته باشین و یک پروگرام بسیار جالب، پروگرام بسیار مقبول، پروگرام بسیار علمی، پروگرام یادگاری را با یکی از شخصیت های بزرگ افغانستان و جهان، با استاد محترم، با دانشمند بسیار توانا و قلم به دست افغان، با افتخار ملت افغانستان در امریکا، استاد بزرگوار پروفسور محمد همایون قیومی به عشق علاقه مشاهده بکنین و از این پروگرام بیاموزین و حظ ببرین و زیاد شما را در انتظار نمیگذاریم. دو میزبان در این پروگرام تشریف داره و یک مهمان بسیار محترم و عزیز در این پروگرام تشریف داره و امیدوار هستم که با دقت عام و تام پروگرام شما ببینین و از این استفاده بکنین. استاد قیومی خوش آمدین. استاد زیاد تشکر. آقای فنا، اول سلام و احترامات خود خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون نور، الخصوص بینندگان عزیز در ادب غټۍ تقدیم میکنم. از لطف و مهربانی شما و ذره پروری شما بسیار تشکر. شما بسیار لطف کردین، ما این صفت ها را در خود نمیبینم. بازم به شما لطف و مهربانی شما بسیار تشکر. یک جان تشکر. و میزبان دیگه پروگرام ما آقای حاجی سبز مرالای، شخصیت مردمی و ملی و اجتماعی افغانستان. تاسی هم خوشحال را بود. تشکر. خب دوستای عزیز، همونطور که شما این پروگرام رو میبینین، یک سوال ما از آقای استاد قیومی خواد کردم و یک سوال هم حاجی سبز مرالای. مطالب بسیار خوبه امروز اینجا جمع‌آوری شده و خدمت شما تقدیم میشه. سلاید شوهای بسیار مقبول و فیلم از گذشته افغانستان بسیار مقبول خدمت شما تقدیم میشه. امیدوار هستم که این پروگرام رو ببینین و از این حظ ببرین. هیچ نوع جنبه سیاسی در این پروگرام وجود نداره. روی مسائل سیاسی افغانستان صحبت های نخواهد شد، تنها جنبه کلتوری و فرهنگی داره که و مطمئن هستم که این پروگرام شما را بسیار خوشتان خواهد آمد و یکی از پروگرام های ادب غټۍ است که در تاریخ فرهنگی و ادبی افغانستان سابقه و نظیر نخواهد داشت، چرا که یکی از شخصیت های بزرگ افغانستان امروز مهمان برنامه ما هستند. استاد قیومی، بیاین که سوال خود از شما شروع بکنیم. در فارن پالیسی که یک روزنامه بسیار زیاد معتبر امریکایی است و راجع به سیاست خارجی در او صحبت ها میشه، یک مضمون شما به نام افغانستانی که بود، یعنی افغانستانی که در گذشته بود، یک مضمون شما به نشر رسید و سخت مورد علاقه هم قرار گرفته. انگیزه ازی که شما این مضمون رو نوشته کنین چی بوده؟ بسیار تشکر. انگیزه ما به این بود که در این اواخر خصوصا در تمام مطبوعات غرب که میدید راجع به افغانستان شکل صحبت میشد که بسیار نارام کننده بود. مثلا وزیر خارجه، وزیر دفاع انگلستان در امین ازدیکا به اسم لیم فاکس گفت که افغانستان یک کشور است که همیشه در قرن 13 بوده و خصوصا یکی از رؤسای یکی از کمپانی های دیفنس کانترکتر های امریکا به اسم ایرک پرایس که از کمپانی بلک واتر بود، و افغانستان باعث یک مملکت وحشی که در قرن 12 زندگی میکنه، این بسیار بر من نارام کننده بود و من گفتم که چی کار کردم میتونم که در این موضوع مضمون چاپ کنیم که این خاطره ای راجع به واقعیت افغانستان که فرزند در 30-50 سال پیش افغانستان چی شکلی بود راجع به این صحبت شد. بدبختانه یک تعداد زیاد ژورنالیست های فیلی غربی که در راجع به افغانستان صحبت میکنه، اینا نه از تاریخ افغانستان و نه از عنانات و گذشته های بسیار زرین افغانستان با خبر هستند. از این که این انگیزه به من بود که بتانم یک مضمون نوشته کنم که با نوشته ها و خصوصا عکس های او دوره و بتانم راجع به واقعیت های افغانستان و تمام این تا جامعه غربی که اخبار فارن پالیسی رو میخونه بتانم ارائه کنم. بسیار خوب، بسیار مقبول. دکتر صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. بسیار خوش آمدید، بسیار لطف کردین. از لطف از بزرگواری تانم یک جهان تشکر. تشکر از اینکه دعوت از این پروگرام قبول کردین. ما قلبا از شما تشکر میکنم. لطف کردین. موضوع بسیار خوب است و موضوع بسیار جالب است
و ما به تایید از گفتار مبارک شما که راستی در این اواخر حتی اتر باز پروگرام ها یا باز تلویزیون ها و رادیو ها نمایش میتن که ما انمتر که امروز هستیم همتر دیروز بودیم ولی همتر که شما لطف کردین دیروز ما اتر نبودیم دیگه ما از این که اینجا تشریف آوردین بازم تشکر میکنم ولی این موضوعی را که شما لطف کردین در این موضوع چی موضوعات را شما یعنی مد نظر گرفتین که میخواین سر چی موضوعات اگر یه طور قلموار به اصطلاح لطف کنین و برای بیننده های عزیز ما بگوین ما بسیار خوش میشم تشکر دو چیز هم میخواستم عرض کنم یکی از قسمت تاریخی فازم در حدود سالهای 1920-1925 وقت در دوره اعلیحضرت امان الله خان غازی که افغانستان وقت جشن استعداد استقلال افغانستان شد در بعد از او در سالهای 1920 یعنی اضافه تر از 90 سال گذشته افغانستان از جمله یکی از سه مملکت آزاد مسلمان دنیا بود که البته ترکیه، افغانستان و ایران سه کشور آزاد مسلمان بود و در این وقت در کشورهای در شهرهای بزرگ ممالک اسلامی مثلا شامها یا دمشق یا فرزند قاهره یا حتی در هندوستان در دهلی و بمبئی که مسلمان ها مظاهره میکردن همیشه بیرق افغانستان و ترکیه را بلند میکردن به این نامی که این دو کشور آزاد مسلمان است اما یک سوالی که ما از مطبوعات غربی و بعض جاها که بودیم سوال کردیم که اگر افغانستان یک مملکت تنها قبیلوی بود چطوری شهرهای بزرگ مثل دمشق 90 سال پیش یا قاهره که یک شهر بسیار بزرگ بود تا دمو وقتم یا دهلی یا اینا چطور اینا بیرق یک کشور قبیلوی رو بالا میکنن اینا می خودش نشان میده که افغانستان یک کشوری بود کشور نه تنها آزاد یک کشوری که فرضاً در رو سال ما اضافه در از 90 سال پیش یک قانون اساسی افغانستان را انداخت که قانون اساسی یک تا امروز روز اساسات از چه قرالی بوده و از این چیز و دیگه ای که آرتیکل هم از این خواهدم از زیادتر اکسای یعنی 50 سال پیش افغانستان که در سالهای 1950 خدا مغفرت کنه محترم آقای شالیزی که در کتاب در وزارت پلان افغانستان بود این کتاب نشر کرده بود او اکس ها را در آرتیکل گنجانیدم که از این خاطر بود که استقبال زیاد طرف بینندگان و خوانندگان اون مضمون پیدا شد بسیار خوب نه تنها در خود بین افغان ها از این مضامین شما از این مضمون شما و از این ابتکار شما استقبال شاهان صورت گرفت بس فکر میکنم به صورت بسیار دست جمعی در اخبار و در میدیای امریکا هم از این استقبال شاهان صورت گرفت دلیل زیادتر که توجه به این صورت گرفت از نظر شما چی بود؟ به نظر ما یک دلیل مهمی ای بود که یک موضوع بسیار نو بود و فرق داشت و بدن طور به بندگان عزیز عرض کنم در دو هفته اول خود این آرتیکل در گوگل اضافه تر از 800 هزار هد گرفت و در یکونیم ماه اول ازی به اضافه تر از 17-18 مملکت به 15-16 زبان مختلفی این مضمون ترجمه شد و چاپ شد بسیار یادم در ماه اولای جولای یک بار به سفر به چین داشتم یکی از دوستایی که با چین ملاقات می‌کنم گفت ما آرتیکل خودت یک چینایی گفت ما آرتیکل خودت به راجع به افغانستان دیدم و کپی آرتیکل به من به چینایی روان کرد و از این نگاه ما تا جایی که دیدم آرتیکل به زبان‌های پرتغالی در برزیل به هلندی به هلند به نروژ به کره جنوبی با ایران با یک تعداد زیاد کشورها و البته طوری که عرض کردم خدمت شما با چین و یک تعداد زیاد کشورها این نشر شد و اونو بود در دو ماه اول به نظر به گوگل اضافه تر 45 میلیون هد ای آرتیکل گرفته یعنی اقلا و با یک تعداد آرتیکل ها را که برین یک تعداد بلاگ هم دو بوده یعنی اقلا اضافه تر از 50 میلیون خواننده به این آرتیکل به او رسید و می پیش ما بسیار جای خرسندی بود که تانستم تا جایی که واسه خودم است بتانم گذشته بهتر افغانستان به تمام جهان به کسایی که این مضمون بهش رسید بتانم ارائه کنم بسیار خوب از من راست پیش از اینکه شما سوالتان را طرح کنید من خدمت بیننده عزیز خود باید عرض کنم که این پروگرام بسیار زیبا و مقبوله با یک شخصیت بزرگ تاریخ افغانستان با استاد محمد همایون قیومی که افتخار افغانستان هستند و همیال فعلا رئیس کالیفرنیا استیت یونیورسیتی در ایوارد هستند
که یعنی در تاریخ مهاجرت های افغان ها در بین افغان ها یک چیز بی سابقه است که یک شخصیت برازنده افغانستان بتونه رئیس یک پوهنتون رسمی در امریکا باشن و این واقعا من خودم به افتخار میگم. امیدوار هستم از این پروگرام شما خوب بیاموزین. کوتا پیش از اینکه از مرحله سب سوال کنه، این مضمون افغان های عزیز ما بلسان فارسی و پشتو و دری و پشتو هم به دست آورده میتونن یا چطور است؟ کجا به دست آورده؟ یک چند سایت ایرانی و یک چند سایت فارسی در لندن ایره با ترجمه کردن به فارسی هست، با وب که برن میتونن به فارسی برن. بدبختانه تا با پشتو فکر کنم تا حال ترجمه نشده و امید است که ما امیر کوشش کنیم که ایران با پشتو هم ترجمه کنیم. بسیار بسیار سب لطف بوده. جناب دکتر صاحب، ما خو بدون چون و چرا به علمیت شما صاحب یقین دارم و همطوری که جناب فنا صاحب لطف کردن که شما نه تنها یک افتخار برای خودتان هستین، یک افتخار برای فامیلتان هستین، یک افتخار برای ملت افغانستان هستین و نه تنها امروز شما یک افتخار هستین بلکه برای نسل‌های آینده هم شما یک افتخار هستین، برای ازی که سبا روز نسل‌های آینده که تاریخ امریکا و تاریخ افغان‌ها را در امریکا می‌خوانند می‌بینند که اینطور یک شخصیت علمی که با او با قسمی که جناب فنا صاحب گفت که با مقام ریاست یک پوهنتونی که 15,000 شاگرد داره شما در اونجا رسیدین و این راستی برای هر افغان قابل افتخار است. و ما مثل که چند روز پیشم در یکی از مجلس ها گفتم که دکتر صاحب افتخار امروز، افتخار صبح و افتخار نسل های آینده است، به تایید گپای شما ایران باید است بگویم. ولی ما تا جایی که خبر دارم که شما دمی مضمونی را که لطف کردین یک تعداد سلاید ها را هم نمایش میتین یا در او آوردین، اگر لطف کنین تو برای شنونده ها یا بیننده های عزیز ما بگوین که این سلاید ها را شما از کجا به دست آوردین و این سلاید ها نماینگر از چی است؟ نمونه هایش هم فکر میکنم استاد دارن. بله، بر دوستا ارائه خواهد کردم چند لحظه بعد. آل بازم بسیار تشکر از سر پروری شما، خجالت میکشم که شما به وصفایی که میگن که من لیاقت از این ندارم. بازم بسیار زیاد تشکر از لطف شما. این سلاید ها را طوره که عرض کردم یک اندازه شکست خودم داشتم و یک اندازه زیاد زیره که خصوصا سلاید هایی که در ما کتاب چاپ شد، یکی از کتابی که خدا مغفرت کنه محترم آقای عبدالستار شالیسی را که در سالهای 1959-1958 در وزارت پلان افغانستان بودن اینا را نشر کردن و ای با سلاید ها را میتونم خدمت دوستا تقدیم کنم. این سلاید اول میبینید خود کتاب است، شکل کتاب است. این کتاب به نام افغانستان قدیمی مدنیت او نوی جواند و این کتاب هم به انگلیسی و با پشتو چاپ شده بود و یک تعداد عکسای را نشان میدم که دوستا ببینن. این عکسای بود فازن افغانستان در اون وقت خودش یک اردوی بزرگی داشتیم، اردوی بسیار اردوی منظم افغانستان بود. بعد از اون فازن عکسای یک وضع زندگی عادی افغانستان، البته یک تعداد شهر کابل است و شهرهای دیگه هم است، یا زیادتر زندگی عادی افغانستان که افغانستان 50 سال پیش از بسیاری شهرهای دیگه دنیا فرق نداشت. بزن یک ریکارد فروشی که بزن ریکاردهای غربی اونم فروم میشد، بزن یک شکل زندگی عادی که در سرویس میرفتن و زندگی مردم میکردن. بزن از یک فکر کنم از نمایندگی آریانا در کابل است، شهر چارای ترابزخان است فکر کنم و قصر قصر مقبول دارالامان که بدبختانه امروز به شکل بسیار مرقد بار است. جشنای اطفال که ما داشتیم، این اطفال ما فرزن به اون شکل پروگرامایی بود، البته یک بر کل افغانستان درستی نداشت، لیکن یک تعدادی که درستی داشت پروگرامای بسیار مقبولی بود. یکی از پارک های در نزدیک شهر نبود، پارک شهر نبود یادم که وقتی که در وقت رئیس جمهور آیزنهاور این را کمک کرده بود و شروع شده بود، یعنی یک زندگی مثل که پارک هایی که امروز در هر کشورهای همسایه یا کشورهای غربی میبینیم پارک هایی بود. اطفالی که در کودکستان است، کودکستان افغانستان، فرزن دخترهای جوانی که مکتب میرفتن بسیار عادی، بسیار بدون کدام ترس و بدون کدام چیز زندگی میکردن و مکتب میرفتن. یکی از مناظر
غازی استودیوم از پروگرامایی که در غازی استودیوم میشد پروگرامایی که ما راجع به سارندو پروگرامای سارندو بله. هم برای جوان ها داشتیم و هم برای دخترها هم پروگرامای سارندو هم به مکتب و هم با پانتون با پایس پالندوی بودن بله. پروگرامای مکاتب در قسمت خیاطی و تدبیر منزل است این پروگرامای تکنیکی که داشتیم ای از یک پروگرامای که در قندهار بود پروگرامای تکنیکی قندهار بود مکتب تکنیکی که در قندهار بود از هوای کسایی که در قسمت هوای ملکی میخواندن یکی از فابریکای مطبوعات از طرف افغانستان فکر کنم مطبعه ملی است دو عکس آخر این پروگرامای در تیبی در قسمت قابلگی و پروگرامای تیبی بود کسایی که از یکی از لابراتوارهای مکتب تکنیک یا پانتون پانس انجینیریس فکر کنم پانتون کابل به شکلی که بود فرزند بله. یعنی پانتونای اروپایی هم یا آمریکایی شکل زندگی و لباس و غیره 50 سال پیش به می شکل بود بله. لابراتوارهای افغانستان ما شما به شکل می‌بینیم کتابخانه پانتون کابل به 50 سال پیش شاگردای مکتب فاکولتی پانز انجینری البته دوستایی که از وقت دور سلاید رول و اینا را دیدن میبینن سلاید رولایی که در وقت بود و البته فعلا از بین رفته فدان زیبایی شهر کابل و هوای صافی که بود به ایره ما با وزد فیلی و وزد هوای ملوث کابل میبینیم فدان شهر کابل چه یک زیبایی مقبول خدا داشته فدان همیشه از خود کابل کوهای پغمان به چه زیبایی معلوم میشد فرزن و دیگر شهر این وقت جشن کابل جشن افغانستان بود که این یک سال ما میبینیم که امو زیبایی های افغانستان و خصوصا 50 سال پیش افغانستان نشان میداد و امین معلوم گر امیر میشان میداد و اقتداد زیاده که طور که ارز کردم یه آرتیکل بسیار استقبال خوب شد برای بود که برای بسیاری خارجی ها چیز نو بود البته افغانایی که با سینما و دیگر دوستا هستن البته چیزا برشان عادی بوده و او را خاطره دارن اما یک تا جوانهای ما که هستن این خاطره را ندارن و ندیدن و از اون بود که پروگرام پی بی اس هم مرمم ما انترویو کرد در این موضوع و نشر د مورنینگ ادیشن و چند وقت پیش چنل ای بی سی چنل هفت سان فرانسیسکو هم انترویو کرده که یک تعداد از این عکس ها و هم ویدیوهایی که نشان خواهد دادیم ای را به پروگرام خود نشان خواهد دادیم بسیار الله دوستای عزیز امیدوار هستم که از این پروگرام تا این لحظات شما استفاده کرده باشین و حظ برده باشین مهمان عزیز و قابل افتخار پروگرام در ادب قطعی آقای پروفسور محمد همایون قیومی رئیس کالیفرنیا استیت یونیورسیتی در هیوارد هستن و واقعا یعنی برای ما قدر جالب بودی پروگرام تا به این لحظاتش ما از همکار تکنیکی خود خواهش میکنیم که دیویدی را که هم تهیه کردیم او را هم روی صفحه بگذارن ولی پیش از اون ما فکر میکنم وقت اعلانای تجارتی ما رسیده اعلانای تجارتی را میبینیم و میشنویم سوالای بسیار جالب دیگه هم از استاد محترم داریم از افتخار ملت افغانستان و واقعا که هر قدر ما بگوییم کم است هر قدر در چرا امروز ما به صراحت یک گپ را در تلویزیون ملی نور به صراحت عام و تام ابراز میکنم که قهرمانای ملی افغانستان شخصیت های مثل استاد همایون قیومی هستند بیشک که سخن را گفتیم زیاد نگفتیم و تا کمام گفتیم با وجود شما افتخار است استاد عزیز اگر اعلانای تجارتی تهیه و آماده باشه اعلانای تجارتی را میبینیم و بعد از او در خدمت شما هستیم دوست عزیز ده ادب غوطه ای ده نور ده تلویزیون ده هنر او ادبیات و اداره ورانده کوی ده ادب غوطه ای یک پروگرام اجتماعی نوین ویاند او جوراون که عاشق لونگین فنا